অ <laughs> অগt <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب خوب باشد درس گذشته تانه به خوبی خوانده باشین و یاد گرفته باشید خب شاگردای خوب مطابق درس همیشه ما و شما ابتدا میریم به مهمترین نکات درس گذشته در قالب سوالاتی که یا به صورت تشریحی یا به صورت جملات صحیح و غلط برای شما میاریم یک مروری داشته باشیم و برمیگردیم سر ادامه درس های خودمون خب شاگردای خوب خوبه سنف هشتم به خاطر دارید که ما در جلسه گذشته فایلم کیسه تنان با یکدیگر یاد گرفتیم ما و شما حیوانات فقاریه اسفنج ها را خواندیم پس از اون کیسه تنان های ابتدا به نکات مهم درس گذشته اشاره می کنیم. سوال اول چند جانداری که متعلق به فایلم کیسه تنان است نام ببرید شاگردای خوب همونطور که در جلسه گذشته ما برای شما گفتم مثالای هر فایلم بسیار بسیار مهمه شما باید نام همون سه حیوان چهار حیوان هر چند حیوانی رو که در هر فایلم برای شما آورده باید یاد بگیرید که در سوالات کنکور زیاد به درد شما میخورد خب در جلسه گذشته گفتیم حیواناتی نظیر هایدرا نظیر مرجانها، نظیر شقایق بحری و جلیفیش ها جزء کیستنان بود. سوال دوم، هایدرا چگونه تومه خیش را شکار میکنه؟ خب یادتان میایه هایدرا را؟ من شکلشم برای شما آورده بودم. گفتیم هایدرا یک سری حجرات گزنده ای داره، یک زایده های شلاق مانندی داره که با کمک ای زایده های شلاق منن که به داخل بدن تومه خود فرو میکنه زهر خودشه به بدن تومه منتقل میکنه و بدن او تومه خودشه به بدن او تومه را بیهس میکنه و بعد او را به سمت سوراخ دهان هدایت میکرد و میبلعید و به عنوان غذا استفاده میکرد سوال سوم تپه های مرجانی چگونه به وجود آید. گفتیم یک سری از موجودات دیگه به نام مرجان ها متعلق به فایلم کیسهتنان بود که شکل های متنوع و رنگ های متنوعی داشت که اگه او شکل ها را در اسلاید های درس پیش به یاد داشته باشید گفتیم که اونا دارای اسکلت خارجی اسکلت آهکی هست نوع پوشش خارجیش اسکلت آهکی هست که بعد از ای که این مرجانه ها می و بدن اونا تجزیه میشه همین اسکلت های آهکی باقی مانده بر روی یکدیگه در سواحل دریاهای گرم رسوب میکرد و تشکیل تپه های مرجانی را میداد سوال بعدی آیا زهر کیسه تنان برای انسان مضر است در جلسه گذشته گفتیم اغلب زهر کیسه تنان برای انسان ضرری نداره اما زهر یک نوع جلیفیش بسیار دردناک و خطرناک بود سوال بعدی مرجان ها در زندگی روزمره ما و شما چه کاربردی را داره خب در جلسه گذشته گفتیم مرجان ها هم در زیورالات مورد استفاده قرار می گیره. در نگین انگشتری در گردنبند بند و زیورالات دیگه مورد استفاده واقع میشه هم مرجان ها در سنگ های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیره به دلیل ظاهر و رنگ زیبا و جذابی که داره در این دو قسمت یعنی در نمای ساختمان ها و در سنگ های زیورالات مورد استفاده واقع میشه شه. شاگردای خوب در جلسات گذشته به خاطر دارید گفتیم حیوانات به دو گروه بزرگ فقاریه و غیر فقاریه تقسیم میشد ما هشت فایلم از حیوانات داریم که غیر فقاری است و یک فایلم کرداتا مربوط به حیوانات فقاریه بود آمدیم حیوانات غیر فقاریه رو با یکدیگر اسفنج ها رو مرور کردیم کیستنان رو خواندیم امروز ما و شما به فایلم کرم پهن میرسیم کرمهای پن، همونطور که از نام اینا معلوم هست یعنی یک سری هست که یک بعضی از اونا ساختارهای پن مانند برگ دارن و بعضی از این کرمهای پن یک ساختار نواری شکل یا فیت مانند دارن و بعضی از اینا قطع قطع هم هست که حالا امروز ما و شما یک یک این کرمها رو کرم کرم‌های پن از لحاظ ساختمان ظاهری مشابه یکدیگر هست یعنی فیتمانن یا پن هست اما از نظر ای که اینا چه نوعی ای هست و در کجا زندگی میکنه و چگونه آیا به بدن انسان منتقل میشه یا به بدن حیوانات نظیر گاو و گوسفند اینا با یکدیگر یک سری تفاوت هایی را داره که ما و شما امروز اینا را یاد میگیریم پس ویژگی مشترک تمام کرمهای پهن فیت مانند و پهن بودن اوناست که برگ بعضی ها هم برگ مانند برگ های نازد یک بدنی برگ مانند داره خب تغذیه کرمهای پن چگونه است؟ شاگردای خوب 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 دقت کنید. کرمهای پن به دو صورت تغذیه می یا شکارچین یعنی خود ای کرمها میره از موجودات خورتر و حیوانات خورتر دیگه اونا را شکار میکنه و به عنوان ماده غذایی خود مصرف میکنه یا به صورت پرازیته. پرازیت پرازیت شاگردا به معنای انگله ما دو نوع پرازیت داریم یا پرازیت داخلی یعنی در داخل بدن یک موجود زنده دیگه میره و از مواد غذایی آماده او مصرف میکنه یا به صورت پرازیت خارجی زمانی که فنجیه ها را اونجا برای شما یک نوع از این فنجی ها که ایجاد بیماری ها و امراض پوستی میکرد گفتیم به عنوان پرازیت خارجی یعنی روی سطح بدن یک موجود زنده دیگه اونا زندگی میکنه یا مثلا شپش سر یک نوع پرازیت خارجی که بر روی پوست سر زندگی میکنه و از خون پوست سر به عنوان مواد غذایی خود استفاده میکنه حالا ما و شما بریم ببینیم کرم های پن چگونه هم؟ او کرم های پهنی که شکارچی هست به نام پلانا ریا نام داره پس این نکات مهم فراموش نکنید پلاناریا نوعی کرم پهن است از نظر قضایی شکارچی خوانده میشه این شکل رم شما بینید جالب است که یک موضوعی را خارج از کتاب من برای شما بگم ای است که ای ها اکسیر جوانی دارند یعنی ای پلاناریا ها عمر بسیار طولانی را دارند برعکس از این که ما و شما اصلا به این کرما توجه نمی کردیم امروز دانشمندان علم بیولوژی و طب به کمک یک دیگه به کمک شاخه دیگه از علم بیولوژی به نام مهندسی جنتیک به دنبال کشف اکسیر جوانی هسته بره حجرات اینا رو بگیرن اصاره او اونا را استخراج کنن تا ببینن پلاناریا در حجرات خودشان چی داره که اینها عمر طولانی را داره پس اگر یک جایی شنیدین اکسیر جوانی در کدام کرما است فراموش نکنید در پلاناریا خب بعضی از این کرمها پرازیت یا انگلن که امروز ما و شما اینا رو میخوانیم کرم کدودانه به نام شیستوزوما کرم جگر گوسفند پس ما کرم کدو دانه را جدا داریم به عنوان یک کرم شیست زما به عنوان کرم دوم و کرم جگر گوسفند به عنوان سه تا کرمی که زندگی پرازیتی داره اما در ابتدا شیست و زما عکس از این کرم ببینین هیچ به کرم شباهت نداره اما ای کرم بسیار بسیار خطرناک است در نواحی گرم سیر ای کرم دیده میشه شیست خب چگونه هست زمانی که کشاورزا به داخل آبها و مزاره خودشان میرن لارو ای کرمها پوست بدن انسان سوراخ میکنن و وارد خون میشه پس لارو اینا تخمشان نیست لارو لارو چیه همون نوزادای بسیار چوچه یا ریز لارو میگن خب لارو ای کرم در دا داخل آب بود حالا از کجا آمده باز چرخه شیست و را که برای شما درس دادیم متوجه میشین پس لارو این موجودات در دا داخل آب و علف ها حضور داره پوست بدن انسان سوراخ میکنه خود به خون میرسانه و از طریق خون به کجا میره به دیواره روده چون اینا در دا داخل امعای ما و شما زندگی میکنه پس نوع پرازیت داخلی است خب در دیواره روده ما و شما می چسبند و ایجاد خونریزی ریزی هایی را در دا داخل دیواره امعا یا روده می کنن. و اینا این کرم شیستوزوما به جگر انسان هم آسیب می رسنن. اما چرخه زندگی شیستوزوما؟ حالا از بدن انسان اینا چگونه خارج می تخم اینا از طریق خون انسان از ادرار یا مواد قایته خارج می شن. پس ما و شما فهمیدیم که تخم اینا به داخل خون انسانه پس اینا به داخل خون انسان تخم ریزی میکنه و لارو اینا در محیط بیرون بود که پوست بدن سوراخ میکرد و وارد میشد لارو ها بعد از ورود به خون در خون تخم ریزی میکنه تخم اینا به داخل خون انسان هست که از طریق ادرار و مواد قایته خارج میشه این تخم ها به داخل آب باز میشه و زمانی که باز شد لاروهای بسیار جوان و چوچه و ریز بیرون میشه. همونطور که در تصویرم ما و شما میبینیم این لاروهای خارج شده خود به داخل یک واسطه یک میزبان واسط به نام حلزون میرسانه. یعنی اینا در دا داخل بدن حلزون حضور داره به عنوان یک واسط میزبان واسط. حالا اونجی؟ حالا اونجا ای یک مدتی را زندگی میکنه و بعد از اون خدا از طریق سوراخ کردن پوست بدن انسان مجددا وارد بدن میکنه یعنی کرم شیستوزما مدام از محیط به داخل بدن حلزون و از حلزون به محیط و به بدن انسان منتقل میشه تخمش در خون انسان تولید میشه با مواد قایته و ادرار خارج میشه مجددا همی چرخه هی تکرار میشه اما در بدن ما و شما چه کار میکنه هم باعث میشه ما خون ریزی هایی را در اما داشته باشیم هم رشد من... عدم رشد مناسب است کودکان یا کسانی که به شیستوزما مبتلا هستند چون مواد غذایی آماده ما و شما توسط این انگل ها استفاده میشه این افراد خوب وزن نمیگیره خوب رشد نمیکنه و در کنار اینا جگر یا کبد ما و شما هم آسیب میبینه یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که ما و شما پس از این به بعد حلزونها را جدی بگیریم اگر در محیط بیرون به داخل آب حلزونی میبینیم یا در داخل آکواریوم های خانه ها و منازل ما و شما حلزون نگهداری نداشته باشیم بهتره و اجازه هم به اطفال و کودکان خودمون ندیم که با حل ها بازی کنه چرا که ما و شما نمیدانیم شاید لارو شیستوزوما و به داخل ای حل حضور داشته باشه خب کرم پهن بعدی که بسیار بسیار هم فراوان و رایج هست به نام کرم جگر گوسفند هست شیستوزوما به جگر انسان آسیب میرسانه اما یک کرم دیگری داریم که به جگر گوسفند آسیب میرسانه. خب تصویر یک جگر هم برای شما آوردم دارای یک سری سیده ها یا کیست های سفید رنگی هست که این جگر ها نباید مورد استفاده قرار بگیرند والدین خوب توجه داشته باشه که اگر یک زمانی جگر گوسفند خورد میکرد و ریز میکردن اگر یک دانه های سفید رنگی رو دیدن او قسمت حتما باید جدا بشه بهتره که از این جگر هیچ استفاده نشه اما اگر تعدادشان کمه همو قسمت به مقدار انساج اطرافش باید خارج کنیم و استفاده نکنیم چون به داخل از او دانه های سفید رنگ یا سیت ها که نام علمیش سیت هست هزاران هزار همین کرم جگر گوسفند هست به صورت لاروی یا نوزادی خب تخم ای کرم ها با مواد قایته گوسفند وارد محیط میشه گوسفند ها پس تخم اینا را با مواد قایته خودشان به محیط وارد میکنن این تخم ها به محیط تبدیل به لارو میشه لارو دوباره خود به بدن حلزون میرسانه و از طریق علف و آب آلوده به بدن گوسفند مجددا منتقل میشه و به جگر گوسفند آسیب میرسانه اما این کرم جگر گوسفند به بدن انسان چگونه سرایت میکنه از طریق خوردن جگر گوسفند آلوده است مواد قایته گوسفند تخم ای کرم کرم جگر گوسفند با خود به بیرون میاره در محیط بیرون این تخم ها تبدیل به لارو میشه لارو ها خود به بدن حلزون میرسانه مدتی در بدن حلزون هست یک کم رشد میکنه و بعد بیرون میشه از بدن حلزون و آب و علف ها رو آلوده میکنه حالا گوسفندا میایه و این علف های آلوده رو میخوره و مجددا همین چرخه تکرار میشه پس در خرید و مصرف جگر گوسفند ما و شما باید توجه زیادی داشته باشیم کرم کدودانی گاف باز در بدن انسان مانند شیستوزما شیستوزوما به جگر آسیب میرسان اما این کرم کدودانی گاف جاهای بیشتری را مورد آسیب قرار میده و خطرناکتر است خب این کرم کدودانه گاو بدنی پن و فیتمانن دارن و قطع قطع خب من به پای تخته امروز برای شما یک کرم کشیدم که بدنی قطعه قطعه مانند داره دوباره برمیگردیم در پای تخته تا اونجی برای شما بگم که این قطعه ها چه ساختاری دارد داخل از اونا چی است و چگونه برای ما و شما خطرساز میشن خب شاگردهای خوب, شاگرده خوب دقت کنید کرم کدودانه گاف بدنی قطعه قطعه داره هر قطعه عزی شامل تعداد بسیار زیادی از تخم ای کرم کدودانه است ای کرم کدو دوره جنینی خودشه در دا داخل ازوله گاو سپری میکنه یعنی زمانی که تخم و جنین است دا داخل ازوله گاوه اما دوره بلوغش در کانالهای هضمه انسان یعنی در امعای ما و شما بالغ میشه خب این کرم زمانی که هر قطعه جدا میشه به این صورت نیست که هر قطعه از هر جایی که دلش خواست جدا شوه معمولا قطعه های انتهایی هست که از این کرم جدا میشه و پاره میشه و این لاروها را آزاد میکنه اینا بسیار خطرناک هست چون ممکنه در دا داخل امعا یک گلوله یا یک توده از این لاروها با هم یک جا بشه و مسیر امعار ما و شما را بسته کنه در نتیجه ایجاد دلپیچه ها و دلدرد های بسیار بسیار شدید را هم میشه حال بر می گردیم به اسلایدها تا ویژگی های دیگه از ای از این کرمه های به نام کرم کدودانی گاو و ما و شما یاد بگیریم همینطور که در دا تصویر میبینید این داخل یک امعا نشان میده و این تناب سفید رنگ در واقع یک کرم کدودانه است که یک فیتامانند و نواری هست و بدنش قطعه قطعه است و تعداد قطعه های بسیار بسیار زیادی را داره که در دا داخل هر قطعه تخمه فراوانی را داره خب سوال مهم و نکته مهم فراموش نکنید مرحله نوزادی در ازوله گاوه در داخل گوشت گاوه و دوره بلوغ در کانال حزمی ما و شما طی میکنه اما ازوله گاو که این تخم ها را داره این نوزاد را داره چگونه اونا را به بدن ما و شما انتقال میده پس ما و شما حدس میزنیم که اگر ما گوشت گاوه خوب پخته نکنیم و به حالت نیمپز و کبابی مصرف کنیم ممکنه این نوزادا زنده بمانه و داخل بدن ما و شما بشه اما نکته جالبی هست که این کرم کدودانه گاو طولش ممکنه به ده متر هم برسه و میبینید در دا داخل یک امعا اونقدر زیاد اینا تعدادشان زیاد شده که کامل امعای ما و شما رو بسته و دیگه راهی برای عبور مواد در دا داخل همه ما و شما وجود نداره اینا در سر خود دارای چهار تا چنگک که به کمک همین چنگک ها به جیدار روده جدار داخل روده میچسبه برای همینه که اوایل مواد که از داخل اما عبور میکنه اینا چون به کمک چنگک ها به دیواره چسبیده همونجا میمانند و توسط مواد قایته ما و شما خارج نمیشن خب قطعات انتهایی اینها هست که به همراه مواد قایته اگر کنده بشه از داخل امعا خارج میشه خب وقتی که اینا از داخل مواد قا... به وسیله مواد قایته از بدن خارج شد میرن و علف ها رو آلوده میکنن و این علف های آلوده توسط گاوها مصرف میشه و ما و شما اگر گوشت این گاوها ها رو به خوبی پخته نکنیم تا دمای بالا نبریم پخته نکنیم و به صورت نیم خام نیم پز یا کبابی استفاده کنیم خدای ممکن ممکنه ما به کرم دوچار بشیم اما علائم کرم کدو دانه شاگردای خوب فراموش نکنین که تشخیص نوع پرازیدها و کرم هرگز فقط فقط و تنها به کمک علائم مکان پذیر نیست اینا باید حتما معاینات لابراتواری انجام بده مواد قایته مورد آزمایش قرار بگیره و نوع لارو اونها یا نوع تخم اونها تشخیص داده بشه که ای به کمک لابراتوار انجام میشه اما علائم عمومی شامل درد شکم سرگیجه و استفراغ هست همونطور که در تصویر میبینید زمانی که این کرمه ها میتونه طول ده متری داشته باشه پس مسلم هست که خالیگاه حزمی یا شکم برآمده میشه که در این کودک در این تصویر شما ای را میبینید خب بدبختانه ای هست که این کرم کدو دانه فقط در دا بدن گاو نیست بلکه دو نوع خطرناک دیگه یکی در بدن خوک و یکی دانه سگ ما و شما میبینیم که وجود داره نوع خوک به همین دلیل است که ما و شما از خوردن گوشت خوک در اسلام من و پرهیز میشه که یکی از مذراتش ای هست اما کرم کدودانه گاو ببخشید کرم کدودانه سگ بسیار خطرناکتر هست چرا که از طریق بزاق دهان سگ اگر یک سگ مبتلا به کرم کدودانه باشه و یک موجود زنده مثل انسان ای سگ بگیره زخم کنه بدنش ای ممکنه که از طریق بزاق دهان سگ وارد لاروش وارد بدن انسان بشه و بعدی که ای کرم کدودانه کدودانه سگ میتونه خودش هم به داخل قلب هم به داخل شش ها و هم به داخل مغز برسانه علاوه بر امعا این کرم ها ممکنه آسیب های بسیار زیاده رو به انسان وارد بکنه باز هم طریقه انتقال کرم کدودانه گاف به انسان در این شکل به نشان میده که تخم ای کرم کدودانه گاو که در قطعات انتهایی هست میایه به داخل علف ها آزاد میشه رشد میکنه علف ها را آلوده میکنه توسط گاو خورده میشه وارد بدن و عضله گاو میشه در اونجا باقی میمانه و ما و شما با خوردن گوشت آلوده گاو خدایی نخواستم ممکنه که به این کرم دوچار بشیم و این کرم بالغ طول بدنش ممکنه به ده متر هم برسه خب شاگرده خوب سنف هشتم امیدوارم که خستن نشده باشید این مطالب درس امروز خوب یاد گرفته باشید پس فراموش نکنید که از آب و از گوشت گوسفند و گوشت گاو به درستی استفاده بکنیم که خدای نخواسته ما مبتلا به ای کرمها و انگلها نشیم خب عزیزان درستان خوب خوب بخوانید تا جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدایا رو نگهدار شما